سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از صحبت‌های اخیر شاهکار بینش‌پژوه در مورد شایعات نایاکی بودن همسرش. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. از ابتدای اعتراضات جریان نایاک و همدستی‌های اونها با حکومت جمهوری اسلامی به راه افتاد و همه ایرانی‌ها شروع به شناختن و شناسوندن افراد این سازمان منفور کردند و هر کسی هم با نایاک رابطه‌ای داشت و بهشون به هر نوعی کمکی کرده بود هم مورد حمله قرار گرفت. یکی از این افراد بیتا دریاباری، همسر شاهکار بینش‌پژوه بود که مردم اون رو به خاطر کمک‌های مالی به این سازمان گناهکار می‌دونن و در برهه‌های زمانی مختلف به خودش و همسر شاهکار بینش‌پژوه حمله کردند. یکی از اون افرادی که نقش مهمی در شناسوندن بیتا دریاباری و برملا کردن رابطه اون با نایاک داشت، سام رجبی بود. سام رجبی ورزشکار معروف ایرانی که سالهاست به آمریکا مهاجرت کرده و یه جورایی فعال مدنی و سیاسی حساب میشه و در این روزهای اعتراضات هم نقش مهمی در اعتراضات ایرانیان مقیم آمریکا داره و صدای رسایی هم برای اعلام کردن نام افرادی که با نایاک در ارتباطن یا هر گونه کمکی به اونها کردن. سام رجبی که توی به راه انداختن کمپین‌های مختلف هم موفق بوده، مثل کمپین زندگی نرمال و جدیداً هم کمپین ایجاد شرمساری که افراد مرتبط با نایاک و جمهوری اسلامی و آقازاده ها و هر کسی که در خارج از کشور مشغول خدمت کردن به جمهوری اسلامی رو چهرش رو برملا میکنه و یه جورای آبروش رو میبرن. افرادی که برای جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحریم ها رو دور میزنن، انواع و اقسام جلسات و کنفرانس ها رو برای توجیه کارهای جمهوری اسلامی برای خارجی ها برپا میکنن و یا کسانی که به این گروه ها کمک های مالی میکنن. اتهامی که این روزها به بیتا دریاباری، همسر شاهکار بینش‌پژوه، نسبت داده شده. بیتا دریاباری زن میلیاردر ایرانی که شاید ثروتمندترین زن ایرانی جهان باشه. طبق برآوردها ایشون ثروتی در حدود 1 میلیارد دلار داشته که در راه اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه استفاده کرده، از جمله جایزه بیتا برای بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران. حالا این زن خیر و اهل فرهنگ و هنر با این ثروت بیشمار از سام رجبی و همراهانش شکایت کرده و چون این دو جوان مخالف جمهوری اسلامی از نظر مالی ضعیف هستند و نمیتونن از پس هزینه‌های وکیل و دادگاه در آمریکا بر بیان، دست به دامن کمک‌های مردمی شدن و مردم زیادی هم طرفدار اونها هستند و کمک‌های زیادی رو تا به امروز جمع‌آوری کردند. بعد از انتشار این خبرها و جنجالها بین بیتا دریاباری و شاهکار بینش‌پژوه با سام رجبی، عده زیادی از سام رجبی دفاع کردند و هر کمکی هم که از دستشون برمی اومد انجام دادن و به شاهکار و همسرش هم حمله های زیادی شد که دیروز شاهکار بینش‌پژوه برای رفع ابهام این شایعات و مسائل اخیر ویدیویی منتشر کرد و صحبت کرده که در ادامه به اون میپردازیم. با درود و احترام حضور شما دوستان نازنین، اخیراً در فضای مجازی تهمت‌هایی به همسرم بیتا دریاباری وارد شده که مطلقاً بی اساس و اساساً کذب. در ارتباط با موضوع نایاک اشاره شد که ایشون کمک‌های دائمی مالی کردند و حمایت کننده اصلی نایاک بودند یا در هیئت مدیره نایاک حضور داشتند که مطلقاً و اساساً کذبه. ایشون یک بار در سال 2016 به 20 تا دانشجو جهت عیاب و ذهاب از ایالت‌های مختلف آمریکا برای حضور در یک کنفرانس کمک کردند، مبلغ 10,000 دلار در سال 2016. این موضوع هیچ ربطی به حمایت‌های دائمی مالی از نایاک یا عضویت ایشون در نایاک مطلقاً نداره.
اخیراً چندین نفر در فضای مجازی عکس‌هایی گذاشتند و ادعا کردند که بر اساس این مدارک، که اون مدارک اساساً وجود نداره و اشتباهه، ایشون کمک مالی کردن. ما برای این دو نفر به وسیله وکیلمون ایمیل فرستادیم، ازشون خواهش کردیم و مدارکی فرستادیم و خواهش کردیم که با توجه به دروغ ها و تهمت هایی که در صفحشون مطرح کردن، نه عذر خواهی، فقط اذعان به اشتباه بودنش بکنن و ما هیچ شکایتی نخواهیم داشت. متاسفانه این روند رو ادامه دادن، قبول نکردن. وکیل ما دوباره براشون ایمیل فرستاد که اگر شما طبق قانون این کار رو نکنید و حالا یا عذرخواهی یا اذعان به اشتباه نکنید با توجه به مدارکی که ما براتون فرستادیم، ما مجبور به شکایت از شما خواهیم شد، و به اون ایمیل هم جواب ندادن. بنابراین وکیل ما مجبور به شکایت شد و الان ماجرای در واقع حقوقیش رو داره طی میکنه. ولی من میخوام به شما بگم که ما از هیچ کس عصبانی نیستیم به جز از جمهوری اسلامی. ما همه از جمهوری اسلامی متنفریم و در یک صف همگام با هم میبایست انرژیمون رو متمرکز بکنیم بر براندازی مطلق این نظام فاسد. من همینجا اعلام میکنم از این آقایون هنوز هم ما میتونیم شکایتمون رو پس بگیریم و خواهیم گرفت. یک، اگر نعذر خواهی اذعان به اشتباه بکنند، و دو، من شنیدم که مبالغی رو از مردم جمع کردن برای دفاع از خودشون در دادگاه، یا این مبالغ رو به مردم برگردونن و یا به بنیادهای خیریه بدن با نظارت وکیل ما و احتمالاً وکیل خودشون، یا به خانواده های قربانیان ماهای اخیر که مورد تجاوز جمهوری اسلامی واقع شدن. امیدوارم توضیحی که دادم کافی باشه. اگر احیاناً کافی نبود و سوال دیگری وجود داشت، خواهش میکنم که من رو در جریان بگذارید. ما میبایست روشنگر باشیم و روشنگری بکنیم و پیام این ویدیو در جهت و راستای روشنگری است. مواظب خودتون باشید. به امید دیدار. خیلی متشکرم. شما چطور فکر میکنید؟ در صورتی که توی این ویدیو دیدیم که شاهکار صراحتاً هر نوع رابطه‌ای با نایاک و جمهوری اسلامی رو انکار کرد و گفت خودمون هم خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستیم و من و همسرم هیچ کمک مالی از هیچ طریقی به جمهوری اسلامی و لابیهاش نکردیم. نظراتتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.